نهمین روز اعتصاب دلیرانه کامیونداران و رانندگان در بیش از 270 شهر کشور امروز ادامه یافت. اعتصابگران با اقدامات شجاعانه خود رویارویی خود را با غارتگری‌های رژیم آخوندی نشان می‌دهند. از جمله کامیون‌های اعتصابی در ارومیه قوشچی در هفتمین روز اعتصاب سراسری در جاده‌های ارومیه رژه رفتند. قطب کامیونداری در استان آذربایجان غربی در منطقه قوشچی در ارومیه است. کامیون‌های اعتصابی در شهرهای اهواز، ایوان غرب، بهبهان و تبریز هم در جاده‌های این شهرها با صدای بوق و چراغ‌های روشن رژه رفتند. رانندگان تاکسی ارومیه در همبستگی با کامیونداران سراسر کشور دست از کار کشیده و به اعتصاب کنندگان پیوستند. کارگران راهن زاگرس در اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود و عملی نشدن وعده و وعیدهای عوامل حکومتی برای پرداخت حقوقشان در مقابل مدیریت نگهداری دست به تجمع زدند. هفته گذشته این کارگران با خانواده‌هایشان دست به تجمع اعتراضی زده بودند که از سوی عوامل رژیم آخوندی تهدید شدند که اگر در تظاهرات شرکت کنند غیبت کاری خواهند خورد. اما کارگران به این ترفندهای رژیم هیچ اهمیتی ندادند. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان در رشت تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان اقدام به نوشتن شعار مرگ بر سیف بر روی در ورودی این مؤسسه کردند. تجمع کنندگان شعار می‌دادند: دشمن ما همینجاست، به ما میگن آمریکاست. پول ما رو پس بدید. پول ما رو پس بدید. دانشجویان دانشگاه خیام در مشهد در اعتراض به بیقانونی در این دانشگاه در مقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به تحصن زدند. رئیس این دانشگاه پس از گذشت 2 ساعت از تحصن دانشجویان بدون هیچ پاسخی به آنان از دفتر خود خارج شده و برای اینکه مجبور به پاسخگویی به دانشجویان نشود از محل فرار کرد. ماشین